بچا سلام، گفته روزانه چهارشنبه رو تقدیمتون میکنم. چهارشنبه است امروز دیگه اگر اشتباه نکنم، و میخوام امروز یه بحث مفصلی داشته باشیم راجع به حالا وضعیت مارکت امروز. این ویدیو رو هم پابلیک میخوام بکنم به خاطر یکی از بچه‌ای که دوستای ما، یکی از بینندگان ما یه کامنتی گذاشته بود، مفصلا کامنت گذاشته بود پای ویدیو دیروز ما. من اینو میخوام با اجازهتون پابلیک بکنم، چون شاید ایشون عضو کلوپای ما نباشه. موارد خوبی رو مطرح کرده بودن که اتفاقا نکات آموزشی خیلی خوبی داره، و من گفتم که بیام امروز راجع به این قضیه مفصل صحبت بکنم. من وقتی که کامنت اینجوری میده، با کلاس کامنت میاد، با شخصیت وقتی میاد کامنت میده، نقد میکنه، نظر میده، خیلی خوشم میاد، دوست دارم بشینم باهاش بیشتر بحث بکنیم، با هم دیگه مجموعا یه چیزی یاد بگیریم، هم من یه چیزی یاد بگیرم، هم امیدوارم ایشون یه پذیرا ذهن پذیرایی داشته باشه و یه سری مسائل رو بدون غرض ورزی در حقیقت بپذیره و با هم دیگه به یک نقطه مشترکی برسه. چون هدف ما کلا از این ویدیوهای یوتیوب و ویدیوهای آموزشی اینه که با هم دیگه به صورت یک کار گروهی چیزی یاد بگیریم، و من دوست دارم که با کسایی که صاحب نظر هستن، کسایی که من محترمانه انتقاد میکنم، محترمانه نظر میدن، بحث داشته باشیم. اتفاقا قدرت مارکت نیوبی و افتخار مارکت نیوبی همینه، و ما دوست داریم که اینجوری بتونیم با همچین افرادی بحث داشته باشیم. خب ابتدا راجع به مارکت خیلی ببخشید میخوام سریع صحبت کنم، چون بحث خیلی مفصله، موارد زیادی رو ایشون مطرح کردن که فکر کنم برای خیلی خوب باشه. در مورد وضعیت مارکت هم صدق میکنه، ولی شاید خود تونتون صحبت بکنم. وضعیت مارکت امروز به خاطر اینکه ییلد بچا نرخ ییلد رفت بالاتر، یه سری پولا به خاطر صحبت های حالا جنت یلن، به خاطر بحث های مراتب جلسه دیروز بایدن که یه سری تخسیر رو انداخت، یعنی مسئولیت انداخت گردن فدرال رزرو که گفتش که اگه تورمه مشکل ایناست و اینا باید برن حلش کنن، یه جوری فرافکنی کرد. به خاطر این قضیه یه سری پولا رفت توی باند و ییلد یه خود رفت بالا. ییلد که رفت یه خود رفت بالا، این باعث میشه که پول از اکویتی که یه خورده الان توی این وضعیت مارکت یه خورده ریسکی تره بره توی باند که نرخ بازگشتش خورده مطمئن تره، درست که کمه ولی مطمئن تره، و یه خورده انتقال پول سیکلیک انجام شد. در کل من اعتقاد دارم که وضعیت مارکت اتفاقا اینجوری بهتره که امروز اومد پایین، چون اگر بعد از 4 روز که مارکت رفت بالا یه دفعه بازم امروز می‌خواست بره بالا، نشان دهنده دد کات باونس یا حالا در حقیقت بیر مارکت باونس بود، و اون نمیتونه مارکت اینجوری بیاد پایین بعد یه دفعه با اون سرعت بره بالا، چون دهنده حرکات احساسی هستش. اگر بره بالا پله‌ای بعد بیاد پایین و یواش یواش توی حرکت خیلی تدریجی بیاد بالا، خیلی سالم‌تر هستش. امروز برای بچهای کپی ترین توی هر 4 تا سیگنال رفقا سود خواهیم داشت. من انتهای روز اعلام میکنم الگوریتممون فعال شده و خیلی خوب داره سودزایی میکنه توی هر 4 تا سیگنال، مخصوصا توی سیگنال های کوچیک و رفقای پژمان که داره خیلی خوب کار میکنه. کارهای دی تریدینگ رو داریم اونجا انجام میدیم، و به جای اینکه من خودم دی تریدینگ کنم، الگوریتم دی تریدینگ میکنه، کاری که باید خیلی دوست انجام بیادم من و چقدر وقت منو آزاد کرده، و ان شاءالله سوداشو اعلام میکنه به همه بچه‌ها. فاندی که برای بچه‌های گلوبال فارکس سوئیس درست کرده بودیم امروز سود خیلی خوبی کرده، هر روز اون فاند داره پولدارتر میشه، و همونجوری که بهتون قول داده بودم و من سر قولم خواهم مون، تمام سودهای این فاند رو میاریم تا انتهای سال تقدیم میکنیم بچه‌های گلوبال فارکس چویس، که ان شاءالله هیچ با مارکت نیم بت یه دلار هم ضرر نکنه. خب خیلی سریع بریم سراغ این کامنت و این بحثی که دوست ما داشتن، و من خیلی مسائل مطرح کردم و من چند تا مورد نوشتم راجع به انتقاد کردم به نحوه سرمایه گذاری ما، که آقا شما یه دفعه که من مورد نوشتم، حالا بچه‌ها در یه جایی بپرن به یه جای دیگه معذرت خواهی میکنم، نوشتن که آقا شما خرید میکنی 80% پورتفولیوت رو و یه سری آیتم هایی مثلا ویفر یا اسپاتیفای یا مثلا تن که توی انرژی های پاک هستش خریداری کردی، الان اینا افتاده پایین، بعضیشون حتی تا 80% هم قیمتش کمتر شده به نسبت حالتی که آل تایم های بوده، و وقتی که یک بار پولت بیفته پایین فاتحش خونده است. اول من از اینجا شروع بکنم که ببینید بچه‌ها، یک مثال براتون میذارم. اول یه چیز دیگه هم نوشتن که نوشتن آقا شما کانسپت تریدینگ رو با سرمایه گذاری قاطی میکنید. ببینید اینجوری شروع کنم براتون که مثلا بکنم شما میخوای بری ماشین بخری، بعد دوست داری یه ماشینی بخری که شتاب تسلا رو داشته باشه، مثلا تسلا اس یو وی که اومده، من خیلی خوشم میاد ازش، شتاب تسلا رو داشته باشه که 0 تا 100 معلوم نیست چند ثانیه، 3 4 ثانیه میره، خیلی خیلی عالیه. من حالا ان شاءالله میخوام بخرم به زودی، ولی خب یه دوستان داره سوار شده بودن، واقعا حال میده پشتش میشینیم. بعد شتاب تسلا رو داشته باشه، بعد بنزین هم نخواد مثل تسلا، اما باتریش هم عمرش مثلا مثل عمر خیلی بالایی باشه، به همین سود باتریش تموم نشه،
یا یعنی اینکه مثلا اینجوری باشه که چارجینگ استیشن های قراره مثلا 10 سال دیگه فراگیر باشه، همین الان فراگیر باشه که من هر جا میخوام برم، سفر میخوام برم، چارجینگ استیشن توی کوره دهات مثلا آمریکا هم وجود داشته باشه که بتونم شارژ کنم ماشینمو. قیمتش هم خیلی گرونه دیگه، تو کانادا 120 هزار دلاره. اگه میشد مثلا قیمتش اندازه قیمت مثلا SUV تویوتایی که مثلا من دارم 45 هزار دلار بود، چقدر خوب بود نه؟ اونم داشته باشه. بعد خدمات پس از فروشش هم مثل خدمات پس از فروش تویوتا فراوانی و فراگیری، خدمات پس از فروشش هم سرویس هایی که میدن مثل تویوتا باشه. اگه یه همچین ماشینی بود چقدر خوب بود نه؟ نمیشه که نه، ولی الان وجود نداره همچین ماشینی، همچین ماشینی وجود نداره که هم قابلیت رو داشته باشه. نمیشه دوستان که حالا بذار اول اینو بگم، تریدینگ و کلا حالا کاری که تو بازار مالی انجام میشه، ما چند تا کانسپت داریم. یکی دی تریدینگ داریم، یکی سوینگ تریدینگ داریم، یکی میان خرید و فروش میان مدت داریم، یکی خرید و فروش بلند مدت داریم، یکی مثل بای اند هولد مثل وارن بافت داریم که میخره مثلا میره مثلا 10 سال 15 سال دیگه برمیگرده. به هر حال با توجه به زمان خرید و فروش و آیتمایی که خرید و فروش میشه، کانسپت‌های مختلف تریدینگ داریم. نمیشه که هر کدوم اینا یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. مثلا دی تریدینگ، بچه‌ها ببخشید این ویدیو طولانی میشه، من خیلی شرمنده‌ام، شاید 20 دقیقه بشه، ولی مجبورم اینا رو توضیح بدم و بعد رفرنس میدیم در آینده هر کی اومد مثلا این کامنت مشابه گذاشت این ویدیو رو براش میفرستم. دی تریدینگ خوبیش اینه که مثلا کسی 15 سال 20 سال مثلا سابقه داشته باشه، دی تریدینگ قهار باشه، خودش بشینه پاش مثلا روی آیتمای بخره که بتونه با تعداد زیادی خرید و فروش بکنه، مثلا سهامای ارزونو بخره، 200 دلاری بخره که بتونه مثلا 1000 تا 2000 تا 10000 تا بعضن بخره و انفجاری خرید و فروش بکنه. خب اولا تجربه خیلی خیلی زیادی میخواد، ثانیا فاصله بین خرید و فروش زمانها معمولا زمانهای خیلی خیلی کمیه، اسکالپینگ انجام میشه که ما در موردش چندین ویدیو درست کردیم. ثالثا توی کار گروهی، مثلا کارهای گروهی که ما انجام میدیم، معمولا اون کسی که خودش انجام میده بخواد تا برسه به بقیه اون زمان از دست میره. یعنی کارهای دی تریدینگ که بین فواصل 5 تا 10 دقیقه، حتی 5 10 دقیقه چیه، 5 تا 10 ثانیه خرید فروش انجام میشه، توی کارهای گروهی جواب نمیده. اینه که مثلا من یه خریدی بکنم، بعد مثلا رفیقم بخواد همو خرید بکنه، تا بخواد مثلا حتی بخواد تکستم بدم، تا بخواد اون بره اجرا بکنه، اصلا جواب نمیده. همینجا دقت بکنید که ما توی مارکت نیوی شعارمون چیه؟ شعارمون اینه که روش‌های عملی سرمایه‌گذاری برای طبقه متوسط. ما که یه جمع دی تریدر تشکیل ندادیم که مثلا 30 نفر 40 نفر 100 نفر بیم دی تریدر دور هم جمع شیم، مثلا یکی مثلا من یه چند نفر دیگه دی تریدینگ کنن و بعد بقیه هم اونا رو فالو بکنن، اصلا امکان پذیر نیست، برای که ملت کار زندگی دارن نمیرسن که انجام بدن. ثانیا حتی دی تریدر هم بعضا دوچار، چون باید استاپ لاس بذارن، باید یه مسیر موقعیت، یعنی نمیتونن که، چون کارشون بنیادی نیست، کارشون بیشتر تکنیکال هستش. اتفاقا من سالها پیش عضو یک گروه های دی تریدینگ بودم و میدیدم که چه جوری کار میکنه و جالبه، افرادی که عضو این گروه های دی تریدینگ هستن معمولا اون کراود ضرر میکنه، خیلی هاشون روی پامپ اند دامپ استفاده میکنن. یا مثلا سوینگ تریدینگ، همین گروه ها سوینگ تریدینگ های یه روزه دو روزه دارن، بچه ها سوینگ تریدینگ های یه روزه دو روزه میان یه جای خرید میکنن و مثلا فرداش میان فروش میفروشن. خب این سوینگ تریدرا معمولا سهام های بازم یه دلاری دو دلاری میخرن و خیلی هاشون بچه دوچار بازی پامپ اند دامپ، یعنی طرف مثلا میره سهام یه دلاری یه شرکتی که حجمش کمه رو میخره، خودش مثلا رفیقای چند نفر با یه حجم زیادی، بعد میره تو گروه های خودش، وقتی گروهش مثلا تعدادش زیاد شد اعلام میکنه، ملت اونا هم میان میخرن، بعد پامپ میشه، این میره بالا، دقیقاً کانسپت پامپ اند دامپ، خودش میره زورتر از همه، خودش اول همه میخره، خودش اول همه هم میفروشه. باز این سوینگ تریدرها هم در بلند مدت به این قضیه دقت بکنید، خواهش میکنم دقت بکنید. شاید مثلا یکی بره عضو این گروه ها بشه، دو ماه سه ماه چهار ماه یه سودی بکنه، ولی بعد در بلند مدت اگر مجموع ضرر سود رو حساب بکنه، این فالوور همیشه ضرر میکنه، یا اینکه زیرو سام گیم میشه. خب این از اینکه ایشون گفته بودن که ما قاطی میکنه، ما دو گروه را کارهای خودمون، بچه‌ها ما کاری که انجام میدیم یه کاری میکنیم که عملی باشه، در طبقه متوسط بخوره. معمولا دو سبک کار داریم، یه سبک کار، یعنی من چیزی که توصیه میکنم، یه سبک در حقیقت یک قسمتی از پورتفولیوم بلند مدته، یا یعنی روز راجبش صحبت کردیم، خریدهای ابتدای ماه رو داریم، یه قسمتی از پورتفولیوم هم میان مدت هستش، یعنی سعی میکنیم یه سری سهام سرمایه گذاری بکنیم و بعد با یه سود هدفی 5% 10% 20% بعضی موقع بستگی داره به سیکل مارکت توی اون حالت بفروشیم. خب بنابراین کار ما سوینگ کوتاه مدت هم نیست، معذرا سوینگ میان مدت و سوینگ های مثلا بعضا یک ساله، یعنی 6 ماهه هستش.
ولی قسمت بلند مدت هم داریم، چون این برای طبقه متوسط عملیه. طبقه متوسط میتونه این روش رو یاد بگیره، بره و اجرا بکنه. خب یه سری ضعفایی داره، مثل اینکه مثلا بعد بعضن یه جاهایی میخری میری توی ضرر یه مدتی. و چیزی که ایشون گفته یک بار پول نقد افتاد فاتحش خونده است. نه اینطور نیست، فاتحش خونده نیست. ابتدا ما پول نقد رو کنار میذاریم، ما پول نقد رو کنار میذاریم و بعد سعی میکنیم که تو کف حالا مارکت باز اومده پایین‌تر، توی یه سری آیتم‌ها رو خریداری بکنیم. خیلی میگم خیلی الان بحث زیاد راجع به اینه، البته ما تو ویدیوهای مختلف راجع بهش صحبت کردیم، ولی هر روشی یک مزایایی داره. مثل همون مثال تسلایی که براتون زدم، یه مزایایی داره یک سودهایی داره. ما باید انتخاب بکنیم ببینیم کدوم روش برای طبقه متوسط سرشلوغ کاربرد داره، عملی هستش. اون روش، این روشی که ما انتخاب کردیم برای طبقه متوسط سرشلوغ کاربرد داره. اینکه میگن یه سری سهام 80% افتادن، اون قسمتی از پورتفولیوی ما که روی شاخص راسل کار می‌کرده، شرکت های کوچکتر، که خب اونا توی سال 2021 وقتی شاخص راسل اونقدر رشد کرد خیلی به ما سودای خوبی داد، اون قسمتی از پورتفولیوی که ما روی شاخص راسل کار میکرده و نه من، خیلی از فاند منیجرهای بزرگ، اون قسمتش بله بعضی آیتماش 70-80% هم افتاده، ولی باز میشه همین 70-80% افتاده رو در طول زمان با کارهایی که ما داری رو آپشن انجام میدیم، با انتخاب بعضن استرایک پرایس های مختلف، تا مدت زمانی که منتظر ریکاوری هستیم بذاریش برای کنیم کاری که ما داریم انجام میدیم الان هم. خب بعضی آیتمامون توی S&P 500 بوده، بعضی همون توی داو جونز بوده، اونا که 70-80% نیفتاده که. اتفاقا ما تو همین 5 ماه گذشته روی آیتما سرمایه گذاری کردیم و در چند مورد سودزایی کردیم، چون داو جونز اینداستریال کمپانیز یه سریشون رفت بالا، یه سری آیتمایی که پس تو راسل بوده آره افتاده، یه سری آیتمایی که تو نزدک بوده بعضن 40-30% افتاده، یه سری آیتمایی که داو جونز بوده بعضیشون 10% افتاده، بعضیشون 10% رشد کرده. اما در کل کسایی که در حقیقت این نوع سبک سرمایه گذاری من رو انجام میدن، که استرس نداره، سود سالانش در اوریج بگیری در 5 سال یه سود ریترن معقولی هستش، میتونه طبقه متوسط عملی این کار رو انجام بده بدون اینکه دچار ضرر بشه. یکی میگن که آقا شما مثلا یه سری کارا رو، مثلا خیلی آدما هشدار دادن، شما باید مثلا به هشدار آدما توجه میکردید. ببین دوستان، باز من گفتم تو ویدیوهای دیگه، این آدما، من که اولا نگفتم که اونا که هشدار دادن همشون پیامبر سقوطن، من کسایی که سابقه سقوط پیامبر سقوط بودن رو دارن گفتم پیامبر سقوطن، مثل مایکل بری، مثل جرمی گرانتم، مثل رابرت کیوساکی، مثل هری دنت، اینا اصلا به عنوان در حقیقت دومزدی پروفیت معروفن. اینا کسایی هستند که در حقیقت فقط کارشون شورت کردن مارکته. ببینید، باز گفتم توی ویدیوهای قبلی، اینا در 15 سال گذشته بعد از حالا اونجایی که من وارد کانادا شدم و اصلا مارکت رو دنبال کردم، توی این مدت هر کدوم نگاه کنید یه گوگل سرچ بکنید، بارها و بارها و بارها گفتن مارکت سقوط میکنه، مارکت میفته پایین. یه نفرشون انتخاب بکنید، یه نفرشون مثلا هریدن تو انتخاب بکنید، ببینید چند بار گفته مارکت سقوط میکنه. خب یه بار از اینا البته سقوط هنوز که مارکت سقوط نکرده، سقوط هم نکرده مارکت، ولی یه بار از این چیزایی که اینا میگن توی 14 سال گذشته یک بارش دور حساب در اومده که مارکت افتاده. تازه همین مثلا رابرت کیوساکی توی 14 سال گذشته 20 بار توی نمودارش هست اومده گفته مارکت سقوط میکنه، یه بار مثلا توی اکتبر اومده بود گفته، توی سپتامبر اومده بود گفته، گفت تو اکتبر حتما مارکت سقوط میکنه، مارکت سقوط نکرد که. اگر ما بخوایم به حرفای اینا گوش بدیم و هر باری که اینا میگن مارکت سقوط میکنه، سرمایه گذار بقید ببینید، سرمایه گذار باید توی مارکت باشه، نمیشه که توی مارکت نباشه. نمیشه که شما یه بازه زمانی خاص رو انتخاب بکنید و بدونید توی اون بازه زمانی خاص مثلا من سود کردم. شما باید توی بازه زمانیتون، چون باید چندی سال توی مارکت باشید، یکی ممکنه تو قهر کرونا بیاد بعد رشد بکنه تو قهر کرونا و بعد مثلا تا بگه من از قهر کرونا تا 2020 انتهای 2021 خیلی خوب سود کردم، ولی چون گوی بلوری نداره. که این دوستمون توی کامنتاش خیلی نوشتن که کتی وود خوب پیش بینی نکرده، مثلا فلانی خوب پیش بینی نکرد، همش دنبال پیشگو و پیش بینی هستن. این پیامبران سقوط که ایشون میگن خوب پیش بینی کردن، این 30-40 بار اخیری که گفتن که مارکت میفته پایین جمعاً تو 15 سال گذشته چی؟ اونا گفتن اونا بد پیش بینی کردن دیگه حتما. چون بورس آمریکا بر اساس جهل، من میخوام کیسی بهتون بگم که چرا من تو کمپ اونایی هستم که بولیشن در مقابل کمپ اینایی که میگن بریشن. چون با بورس آمریکا
از 100 سال گذشته شما نگاه بکنید 75% موارد روزهای سبز داشته، کلا به سمت بالا بوده. S&P رو نگاه بکنید، شاخص 10-12% برگردونده، جمعیت افزایش پیدا میکنه، اقتصاد رو به رشد، GDP آمریکا مثبت هستش، پولدارای دنیا تو آمریکا جمع هستن، شکشتای رو به رشد هستش، کلا بهتره با اون اکثریتی باشید که اون اکثریت بولیش هستن روی بورس آمریکا. من جزو اون طیف هستم. اگر بخوام جزو طیف بیریش باشم و به حرفای اینا گوش بدم و اگه تو مارکت بخوام بمونم، دوست من باید عملی حرف بزنیم. نمیشه آیسولیت کرد یه زمان مختلف، یه زمان خاص رو آیسولیت کرد و راجع به اون زمان صحبت کرد. هر باری که این یه پیامبر صعود بگه آقا مارکت داره صعود میکنه، من باید با ضرر بفروشم بیرم بیام بیرون. اگه تو مارکت باشم او مثلا من فرض کنید یه چیزی خریدم، بعد خب یه سریش تو ضررم، یه سریش مثلا توی سودم. تا پیامبر صعود میگه آقا من میگم اکتبر صعود میکنه مارکت، همه رو باید بفروشم بیام بیرون، بعد صبر بکنم که مارکت صعود بکنه، چون امکان احتمالش هستش که پیامبر صعود به هر یه ماه اشتباه کرده باشه دیگه، درسته؟ مثلا اینکه رابرت کیوساکی گفت اکتبر صعود میکنه، بعد البته صعود که هنوزم که صعود نکرده، میخوام بازم تاکید بکنم، ولی بعد ژانویه مارکت افتاد پایین، بعد اومد 3-4 هم بازه بدم دیگه، بازی خطا بدم این پیامبر صعود. حسابشو بکنید، رابرت کیوساکی میگم حالا من بگم 20 بار شاید کم گفته باشم، 20 بار توی 15 سال اون گذشته گفته مارکت سقوط میکنه، 20 بار رو ضرب در 5 ماه بازه خطا بدیم، 5 ماه ببینیم میشه 100 ماه. یعنی من 100 ماه بعد از مارکت بکشم بیرون به خاطر اینکه به حرف رابرت کیوساکی گوش بکنم، و از این 100 ماهی که تو مارکت بیرون هستم یه بارش مارکت اینجوری افتاده پایین که در 14 سال اخیر بی سابقه بوده. خب من بیشتر سود میکنم یا کسی که توی مارکت میمونه بولیشه، یه جوری میخره که سیکلای مارکت رو رد کنه، بعضی موقعا سیکل 3 ماهه، بعضی موقعا سیکل 6 ماهه، بعضی موقعا سیکل 1 ساله، و به هر حال روی ترند S&P حرکت میکنه. S&P ثابت کرده که اوریج تمام این افتا رو در نظر بگیرید، اوریج تمام این سقوط های 30-40 سال اخیر، 50 سال اخیر در نظر بگیرید، 10-12% برمیگردونه. شما یه محاسبه ریاضی بکنید، اگه من بخوام به حرف این پیامبر سقوط گوش بدم، چند ماه بعد از مارکت بیرون بمونم، چقدر سود میکنم؟ بعد بچه‌ها راجع به بحث نظرات مخالف، اتفاقا من نظرات مخالف رو نگاه میکنم، من همیشه مارکت رو بررسی میکنم. به عنوان مثال وقتی که متفق القول خیلی‌ها گفتن که اثر جنگ، یعنی بعد از اینکه جنگ اتفاق افتاد، خیلی اومدن گفتن که آقا جنگ امکان داره اثر ابعادش گسترده‌تر باشه. ابعاد گسترده‌تر یعنی چی؟ یعنی بحث تحریم نفت، بحث توقف و وقفه در جهانی سازی یا جهانی شدن، و این باعث میشه که خود کامرس بیاد پایین‌تر، دو بلوکه بشه دنیا، و خب این کامرس های خود کم میکنه. ابعادش ابعاد گسترده یه جنگی که مثلا با روسیه اینا نظر اقتصادی با این وسعت انجام میشه، این خودش بعد گسترده یه قویسیایی بود که اتفاق افتاد امسال. خب ما چیکار کردیم؟ ما بچه ها خیلیش پولشون یه مقطعی آزاد شد و میخواستن خرید انجام بدن، که من ازشون خواهش کردم کسی هیچ خریدی انجام نده، پول نقدتون نگه دارید، صبر کنیم، روی سری آیتم های سلکتیو کار کردیم، مثلا توی برهه، توی ماه آوریل توی تارگت سرمایه گذاری کردیم، مسود فروختیم، روی RHB کار کردیم که راجب در حقیقت تو صنعت هاوزینگ کار میکرد و هاسپیتالیتی هاوزینگ کار میکرد، که اونو بازم 5% سود فروختیم. به تبع یه سری آپشن های کالی خریدیم که در مقابل حرکت پایین رونده مارکت خودمون هج بکنه. من وقتی که متفق القول خیلی ها، حتی کسایی که مثلا بول هستن، میان و هشدار میدن، میان که آقا ابعاد جنگ گسترده هستش و ممکنه خیلی تاثیرات بذاره، یا مثلا چین که وقتی شات داون انجام داد، من خیلی از بچه‌ها خواستم که کاری انجام بدن، یه سری چیزای خاص تمرکز بکنیم. اینجوری نیستش که من هر کی که بیاد بگه آقا مارکت میفته پایین، من میگم که این پیامبر سقوطه، من فرق میکنه. ضمن اینکه راجع به پیامبر سقوط یه مسئله دیگه هم بگم، خب حتی یه مثال بهتون بزنم، حالا من به رابرت کیوساکی و این جرمی گرانت هم گیردم، معرفتای این پیامبر سقوط آقای مایکل بریه که اومد سال 2007-2008 پیش بینی کرد. خب این آدم بعد یه بار 2007-2008 خوب پیش بینی کرد، دمش هم گرم، سود خوبی هم کرد، ولی بعدش اومد از اون سال تا حالا الان 14 سال مارکت داره تو تکنولوژی میغوره، یعنی چند درصد، بالای 10%، بالای 15% شاخص تکنولوژی داره سود میده به مدت 15 سال. این آقا رفت تو صنعت آب سرمایه گذاری کرد، گفتش که در آینده آب کمیاب میشه. خب شما که الان این دوستا با که کامنت گذاشته بود چیزای بلند مدت دوست ندارین، شاید در آینده آب کمیاب بشه، حرفش هم درسته، ولی چند سال باید صبر بکنی که فاند آقای مایکل بری که در صنعت آب سرمایه گذاری کرده پول دارت بکنه؟ یه مسئله.
همین آقای مایکل بری، میخوام چند تا مثال براتون بزنم که پیامبر سقوط همیشه درست نمیگه و نمیشه حرف یه نفر همیشه فالو کرد. میخوام اینو بهت بگم، میخوام بگم که کدوم یکی از حرفای این پیامبران سقوط باید دقت بکنی بهش، کدوم یکیشو باید جد در حقیقت بهش توجه بکنید. اگر از خاطر عملی جمع بکنی نظراتو گیج میشی، کدوم تیکشو باید گوش بکنی. خودت باید یه روش داشته باشی و بر اساس اون روش بهش متعهد بمونی و بر اساس اون بری جلو. آقای مایکل بری اومد و توی ماه، اصلا سابقه شنم هست، گوگل کنید، توی ماه فکر میکنم سپتامبر بود، اومد کل فاند کتیبود رو شورت کرد، گفتش که کتیبود میفته، شورت کرد فاند کتیبود، رفت بالا تا نوامبر. از اون موقع ایشون شورت کرد تا نوامبر رفت بالا، ایشون رفت کل توی ضرر. خب بعد میدونی کی فروخت؟ بازم میگم رکوردش توی اینترنت هست، رفت توی نوامبر دیسمبر، همون موقع با ضرر فروخت اومد بیرون. اگه یه ماه دیگه صبر میکرد میافتاد پایین. پس خوب پیش بینی کرده، خوب فکر کرده بود که فاند کتی بود میافته پایین، ولی اشتباه کرد، بعد موقعی شورت کرد. یعنی دقیقاً بعد اصولا ماه مثلا دیسمبر یا ژانویه شورت میکرد، خب دوچار خطا شد، 4-5 ماه دوچار خطا شد. و بعد به جای اینکه صبور باشه، که خود شعارش صبوریه، همون کاری که 2007-2008 انجام داد، اگه فن بیگ شورت رو ببینید صبوری کرد دیگه، صبوری نکرد، فاند کتیبود رو توی ماکسیمم رو با ضرر رو بالا فروخت. بعد دوباره وقتی که مارکت افتاد پایین بود، دیدی من گفتم که میفته پایین؟ آره تو گفتی میفته پایین، ولی عملی چی کار کردی؟ اینجوری نیست که میگم آقای مایکل بری آدم زایه، نه، ولی میخوام بگم، اینو میخوام بگم، سلکتیو نمیشه جاهای مختلف حرفای آدمای مختلفو گیر آورد برای اون عمل کرد. اگر بخوای این کارو بکنی، چون نمیدونی کدوم تیکه از حرفه آدم مختلفو گوش بکنی، دچار مشکل میشی و در بلند مدت دچار زیرو سام گیم میشی، باختا و بردت همدیگه رو خونسا میکنه. اینم خواستم اضافه بکنم. میگن آقا شما نظرات مخالفم باید بخونی و مثلا روی سری آیتمایی نباید سرمایه گذاری میکردین، یا مثلا باید عمر نوح داشته باشید که مثلا شاپیفای برگرده. خب واقعا این مبالغه است، کجا عمر نوح دوست من؟ وقتی شاپیفای، خب بهش گفتن که شما چرا اون موقع که شاپیفای بالا بود نخریدین اگر با عدد رقم تحلیل کرده؟ خب شاپیفای چیش رو میخواییم تحلیل؟ تاپ لاینش رو، باتم لاینش رو، ایبتاش رو میخواییم تحلیل کنیم، ریونیوش رو میخواییم، پرافیتش رو، گروس مارجینش رو، کدومش رو میخواییم با هم تحلیل کنیم؟ بر اساس هر چیزی که شما میخواید تحلیل بکنید، من اعتقاد دارم که $700 خوب بوده. خب حالا میگن چرا قبلا نخریدی؟ برای اینکه قبلا من پولم یه جای دیگه گیر بوده، قبلا پولم یه جای دیگه گیر بوده، یه سری چیزای دیگه خریده بودم. بعد که پولم آزاد شد یه قسمتیش، شاپیفای افتاد پایین و من به بچه‌هام گفتم، من یه وامی گرفتم و یه پسر پول به خودم تزریق کردم ابتدای ماه ژانویه و بعد دیدم شاپیفای الان تو قیمت خیلی خوبیه، $700 قیمت ارزش ذاتی اینترنسیک ولیو شاپیفای $700 خیلی بیشتره. وقتی که من روی $700 خرید کردم و ایشون میگن عمر نو باید داشته باشه که شاپیفای برگرده دوباره روی $700 روی $1000. خب این جزئی که خودت رو اذیت کنه دوست من، به کمک نمیکنی به خود. یعنی وقتی این حرفا رو میزنی خودت رو اذیت میکنی. مشخصه که عمر نو نمیخواد، مشخصه که توی سرمایه گذاری یک سال، دو سال، سه سال سرمایه گذاری مقصد میان مدت، بلند مدت سرمایه گذاری عدد خیلی معقولیه. شما میگی خب نه کتیبود اشتباه کرده، خب کی درست بوده؟ ممکنه بگی نه وارن بافت مثلا درست کار کرده. چرا الان ببینید وارن بافت مثلا روی سری آیتم های انرژی سرمایه گذاری کرد، خوب سرمایه گذاری اومد بالا. حتی اگر اینجوری هم بگیم وارن بافت، خود وارن بافت چند وقت پیش گفت پورتفولیوش قرمزه، با وجود اینکه اون خیلی خوب سعی میکنه که یه تیم داره توی برکشایر هاتاوی که میشینن شرکت ها رو تحلیل دقیق میکنن. در ثانی وارن بافت وقتی پیر شد پولدار شد، یعنی اون از آدمای خفن بلند مدت کاره، از همه بلند مدت کار وارن بافت هستش. چند مورد دیگه هم ایشون گفتن که من حالا دیگه 20 دقیقه شد ویدیو، ولی نکته مهم اینه، نکته خلاصش میخوام بگم بچه ها، دنبال چون ایشون گفتن پیش بینی نکرده، دنبال پیشگو نباید باشیم. من نوعی چی اسمش، کریمر نوعی، جرمی گرانتم نوعی، ببینید شما دنبال هولی گریل نباید باشید، دنبال تکشاخ نباید باشید. همه دنبال تکشاخن، دنبال یک کسی هستن، تکشاخ پرنده، اونم از نوع پرندهش، یکی باشه که بتونه آینده رو ببینه و بر اساس اون آینده کف و قله ها اینا رو تشخیص بده و همیشه توی کف وارد بشه توی قله بفروشه. همچین آدمی بچه ها وجود نداره. اگر عملیش رو بخوایم نگاه بکنیم، در بلند مدت بخوایم نگاه بکنیم، وجود نداره. شاید یه سری آدم ها در یه دوره خاصی خوش شانس بشن یه سری کار رو انجام بدن، ولی وقتی بازه رو زیاد میکنیم این ضریب خطای اونا هم میره بالا، چون امکان نداره آینده رو ببینی. هر کسی بتونه به شما بگه که من آینده رو میبینم، دروغ به شما گفته.
شاید بعضیا با مثلا مارکت خونشون بعد از تجربه رفته باشه بالا، یه درصدی بتونن بهتر مثلا تصمیم گیری بکنن، درصدی بهتر، اونم درصد خطا داره. هم بیل اکمن مگه نبود؟ بیل اکمن رفته بود بیل اکمن که دیگه از من که خیلی گنده تره، یه میلیاردره، بیل اکمن رفته بود نتفلیکس رو توی قبل از افت قبلیش توی قیمت خیلی بالایی، حالا بالایی که نه، قبل از افت دو تا افت داشت نتفلیکس، رفت خرید نتفلیکس، افتاد پایین 430 میلیون دلار در عرض یک ماه ضرر کرد، 430 میلیون دلار فاندش. پس اونا هم در حقیقت نمیتونن خوب پیش بینی بکنن همه چیز رو که، ولی میشه یک روش رو انتخاب کرد، یک روش رو که برای طبقه متوسط، آدمای سرشلوغ، اصلا ببین بنر پیج یوتیوب ماست، روشی رو انتخاب کنم که برای طبقه متوسط، سرشلوغ و شاغل کاربرد داشته باشه، بتونن اجرا بکنن و در میان مدت و بلند مدت انتظار سود معقولی از مارکت داشته باشن. برای دی تریدر حرفه‌ای 15 ساله که روز چند ساعت وقت میذاره، چشم میذاره توی مارکت، سری خرید و فروش میکنه، شاید بتونه مثلا سالی حتی 100% بعضن در بیاره. البته یه سری سالا اینا 100% در میارن، یه سری سالا 50% میبازن. اونا هم اگر اوریج بگیری به تبع یه درآمد خاصی دارن، وگرنه همه دی تریدرها میلیونر میلیاردر میشدن. اما آیا طبقه متوسط میتونه اون کارهای دی تریدر رو انجام بده؟ حالا ما اومدیم الگوریتم نوشتیم، الگوریتم تریدینگ انجام میدیم، باز اون الگوریتم تریدینگ ما هم یه سود معقولی داره. مثلا الان موفق شدیم الگوریتممون رو خیلی اینهانسش کنیم، خیلی داریم روز به روز بهترش میکنیم الگوریتممون رو که درآمدونو بیاره پایین‌تر، سود بیاره بالاتر. ولی باز حتی اون الگوریتم کسایی که الگوریتم نوشتن اینو میدونن، بعضی بچه‌هایی که اینجوری کار میکنن دستن در کار نیستن. بین سود و ریسک همیشه یک ترید آفی وجود داره. اگر شما الگوریتمی بنویسی که سود ببره خیلی بالا، ریسک هم میبره بالا به تناسب، و بالعکس میشه به یک حالت بهینه‌ای رسید. بلکه برای شاید مثلا با بهبود علم مثلا یه نفر آدمای خیلی مخی در آینده بیان که بتونن سود رو هی ببرن بالا و بالاتر و ریسک رو هم یواش یواش ببرن بالا در آینده، شاید همشه. ولی در وضعیت موجود یک ریسک مخصوص و یک سود مخصوصی وجود داره. بچه‌ها عملی فکر بکنید، عملی فکر بکنید، یعنی به حرف این اون انکدورلی، به حرف نقل و قول و این اون زیاد نباید توجه کنید. ببینید چه چیزی به درد شما میخوره، چه چیزی میتونید اجرا بکنید، اون کار رو انجام بدید. این چیزی که مارکت نیوی میخواد همیشه به شما بگه. الگوریتم هم که دی تریدینگ میکنه یه سود مشخصی داره، ضریب سودش مشخص هستش، بسته رو چه آیتمی. مثلا امسال که ما روی فارکس بیشتر تمرکز کردیم، الگوریتممون خیلی بهتر از 5 تا الگوریتم، 3 تاش خیلی خوب جواب داده، هر ماه سود داده، سودای 1000% نداده ولی سود معقول داده هر ماه. و کار تو کارهای دی تریدینگمون در این زمینه موفق هستیم. توی کارهای بلند مدتمون یه کار دیگه داریم انجام میدیم، توی کارهای میان مدتمون یه کار دیگه داریم انجام میدیم. بسته به سیکل مارکت توی سال مثل سال 2020-2021 توی کارهای میان مدتمون و بلند مدتمون سود خوبی داریم، توی سال مثل 2022 باید منتظر باشیم و صبر بکنیم. این خاصیت مارکت هستش و این چیزی نیستش که من از خودم در آورده باشم، این چیزی که سرمایه گذارایی که سرمایه گذاری میکنن سبک و دارن میخوان برای بازنشستگیشون فکر کنن، برای افزایش سرمایهشون توی یک زمان بلند مدت فکر میکنن، همشون این رو پیش بینی میکنن، این رو توصیه میکنن. در انتها حال میکنم من با اینجور کامنت ها، با اینجور بحث ها خیلی حال میکنم، بحث های دقیق. مادامی که ذهن طرف، آدمی که طرفش با شخصیت باشه و ذهن پذیرا داشته باشه، بلکه در حقیقت متعصبانه به بحث نیاد، بیاد و در حقیقت بیتون به همدیگر رو به چالش بکشیم، یه چیزی یاد بگیریم دو نفری ازش. به نظرم امیدوارم این ویدیو مورد توجه حالا خیلی که دارن نگاه میکنن باشه، و اگر سوالی بازم کامنتش دارید پایین ویدیو بنویسید.